وگرنه عملا نمره نخواهیم داشت. خب متا رو ما تلگرام رو گذاشتیم، حالا یکی برمیگرد میگه فقط متا بحث تلگرامه؟ نه، واتساپ هم هست، میتونید در واقع برید سرچ بکنید، هیچ کاری هم نداره، میتونید بیاید اینجا اصلا سرچه، اصلا قرار نیست شما همه چیز رو حفظ بکنید. بذار چه میدونم متا تگ فیسبوک، از فیسبوک من از خوبه ولی خب حالا متا تگ فیسبوک اصلا HTML بذارم این متا تگاشو چی میاره اینا. ببینید برای در واقع ایشون هم همین مقداری که برای در واقع OG گذاشته. ببینید من یه پلاگینی دارم به نام گرپر، خب این میاد و من چیکار میکنه، میاد اصطلاحا سریع کد رو برمیگردونه. این رو اگه میخواید روی اکستنشن گوگل تو در واقع توی گوگل فرمتون میتونید نصب بکنید، برید توی پلاس، روی اپس، روی وب استور و اینجا سرچ بکنید گرپر ایشون، ایشون رو نصب بکنید، خیلی خوبه. الان 191 دیولپر هم در واقع ایشون رو تاییدش کردن، یعنی میگن خوبه ازش استفاده بکنید. ببینید سریع برای من در واقع برای فیسبوک رو برگردون، بازم میتونید مثلا تو دیولپر فیسبوک ببینید یه سیستری یا اینجا دنبال ما بیشتر بذارید ببینید بیشتر دنبال استگ اوورفلو من میگردم که سریع جواب رو داده باشه. حالا بیایم اینجا مثلا متاهایی هستش که میگه میتونید برای از بینه واقعا برای فیسبوک رو گذاشته اون گرپر درست نه این ها سایت های مسخره هست. شما اون گرپر ها همه چیزی که گذاشته بود، یعنی شما میتونید اولا این کد رو که داری توی فیسبوک رو هم همین لینکش رو مثلا لینک مورد نظر چه میدونم مثلا صفحه هستی اینجا رو کپی میکنی میذاری توی فیسبوکت برای تمام مواردی که این قسمت قرار دادی اینجا قراردادی در واقع باید تو فیسبوک هم قرار دادی، یعنی تو فیسبوک هم استفاده بشه یا حتی تو توییتر هم استفاده بشه. خب حالا ما هدف این بود که اینها رو هم قرار دادیم. خب من اینو چیکارش کنم؟ ببینید بیایم اینو تیکه تیکهش کنیم. چجوری؟ من بیام این رپر رو بزنم کل وبسایت منه، این رپر کل وبسایت رو توی مین گذاشتم، خب از لحاظ سئو مثلا کردم که سئوش رو کاملا رعایت بکنم، بیام اینجا و اینجا هشت رو خوب کپی نکردم اینجا که رفت. بیام اینجا و ایشون رو کمپله تا اینجا ببرمش. خب این کل در واقع صد در واقع وبسایت من. خب من بیام هدر رو جدا کنم، بادیم رو هم جدا کنم، فوتر هم جدا کنم. چه جوری؟ بیام تو این قسمت یک کلیک راست میکنم و یه فایل میسازم underline چیزا سرچ بکنید، معمولا کسی بخواد سایت رو تیکه تیکه بکنه تو حالت پیور یا آبجکت یا پیو یه دونه underline پشت جایی که میخواد در واقع تیکه تیکش کنه میزنه. حالا مثلا آن هدر فوتر بادی اون دیگه دست خود یکی میخواد نذاره نذاره هیچ اشکال نداره، ولی خب بذارید قوانین رو رعایت کنید. من هدر رو گذاشتم، میام اینجا پاکش میکنم، هدرم رو کامپلت از سر بادی تا اینجا یه کنترل ایکس میزنم و میارم اینجا. خب سه قسمتش رو میکنم پینت اگه بهم توضیح بدیم این شکل. شما اگر یه وبسایت داشته باشین، من وبسایت تو اومدم قسمت هدش رو یه قسمت میکنم، خودش رو یه قسمت میکنم، بادی یه قسمت هم میکنم، فوتر که حالا میتونم فوتر جاوا اسکریپت و جکوئری هم توش وجود داشته که توی این نداره، یعنی عملا من جاوا اسکریپت و جکوئری توش استفاده نکردم بخاطر اینکه سبک بشه. خب میام بادیم رو هم جدا میکنم، یه کلیک راست میکنم، مینویسم underline body و تو این قسمت کنترل ای هم میزنم به این شکل و میام این قسمت رو به عمد این کار کردم برای همین بود. بیام و یک کنترل ایکس هم بزنم، بادی رو هم جدا کنم، شون هم اینجای کنترل چی شد اصلا؟
کنترل می میزنیم، کنترل آلت ال میزنیم اینا رو اصطلاحا مرتب. خب مرتب هم شده، نگاه کنیم در ارتیب این مرتب یا نه. درست میام پایین. خب من احساس میکنم که یه احساس بدی دارم که فوترمون درسته. خب اینکه فوترمون درسته، پروداکتمون هم درسته، پروداکتمون هم اینجاست، اوکیه، فوترمون هم اوکیه. بیاییم بالا میرم فرمم اوکیه. این هم که اخبارمونه درسته و ایشون هم که میشه اصطلاحا پارالکس هم، این هم درسته و این هم مینمونه درسته. و مینمون اصطلاحا چرا بازشون نبسته میشه؟ من یه اشتباهی کردم یعنی مینمون رو اصلا نبسته. خب بازو من میگم که چی شده. خب کنترل ایکس هم میگیرم ایشون رو میذارم تگ، کد آلت ال هم میذارم که همش مرتب بشه. کد رو داشتم کپی میکردم، میگم که اصطلاحا کنترل بزن یو بزنم اینجا. حواستون باشه دارید کپی میکنید به این باشه که آره میبینید من در واقع مینم رو بسته نبود استم و این خودش خطای خیلی بزرگ توی پی اچ پی مورد خطا میداد. اومدم حواسم شد بهش و یه دقیقه اینا رو همه رو جمع میکنید، حواستون باشه که کداتون باز و بستگیش درست باشه. خب اینم که فوتره دیگه، فوتره هم که هیچی نداره عملا، ولی باید اضافه کنید. چرا؟ چون ما میخوایم توی صفحه اصطلاحا حتما این قسمت رو با ایجکس پیاده کنم، این قسمت رو حتما میخوام با ایجکس پیاده بکنم. پس راحت میام اینجا اسکریپت رو من فرض میکنم بلدید جی کوئری رو تو نود ماژول و جی کوئری دیست و جی کوئری مین رو قرار بدم حداقل. حالا عددی که خواستم اضافه کنم یا بزنم میام یک کنترل A یک کنترل X هم میگیرم و فوترم رو هم اینجا میسازم. فوتر و کنترل A کنترل B. خب ستاش رو ساختم، ستاش الان هست. الان بیاید اینجا یه رفرش بکنید. خب چون الان خالیه اولا هیچی توش نیست، کنترل B رو هم میزنید توش خالیه، هیچ خبری نیست. بعد چیکار کنید؟ هیچی. میام اینجا include once. چرا include once؟ قبلا در مورد صحبت کردیم که تکرارش نمی کنیم و الان پیج ویو گفتیم. کافی هستش که شما اول هده، خب ترتیب رندر خطیه، حواستون باشه ترتیب بذارید بادی و بعد هم اصطلاحا فوتر. خب میام اینجا یه رفرش میکنم، ببینید کاملا درست رو باید قرار گرفت، مشکلی هم نداره، کامل هم اوکی. شما بیاید اینجا ببینید، میبینیدش که کاملا اومده اینجا همه موارد قرار گرفته، هیچ مشکلی هم نداره. خب همه موارد اون اوکی هستش. خب اینم تبدیل کردن قالبمون. حالا یه نکته ای اینا که دارم میگم دقیقا تو لاراول هم با هم میشه کنستش. توی بادی نگاه کن، خب بادی هم الان خیلی شلوغه دیگه، من اینم خب تیکه تیکه داشته باشم، من باید اینها رو تیکه تیکه داشته باشم. اینم الان تو بادی ببینید الان نگاه کن منو به این صورت پارلکس جدا الان خودش رو واکنم برنامه دایره میشه، من کلی مکافات دارم. چیکارش کنم؟ میام یه فولدر به نام پارشالز درست میکنم. چرا پارشالز؟ حالا اسمش رو بعدا هم برای تو آشنا خواهد بود تو زبان های مختلف که بهش کار بکنید، بخواد صفحات رو تیکه تیکه بکنم توی فولدر به نام پارشالز هم، به خاطر همین اینجا قرارش دادم که متوجه بشید چه صورت هستش. میام اینجا یکی لیتراس میکنم، یه فایل میسازم به طور مثال میسازم اولی مینو و به این شکل. من دیگه این فوتر اینا رو میبندم با هدر و فوتر فایل ندارم، ایندکس هم بذارم به این حالت ها رو فیلم باشه. میام منو رو کمپلت خودش رو کپی میکنم، کنترل ایکس میذارم میندازم اینجا، اینجا واز بشه، هیچ مشکلی هم نداره. خب بعد اینجا چیکار کنیم؟ هیچی. php include once گزینه partials و منو میان اینجا یه سمی کالن هم بذارید برای پارالکس هم همینطور. یعنی دونه دونه مقادیر رو چکار میکنید؟ میشکن. یعنی اینجا خودینه بعدی
میاد روی گزینه پارالکس و میگه کنترل وی رو میزنید، کدش هم باز کنید که ببینیدش. خب میام اینجا و PHP و include once گزینه partial و parallax. خب یکی گزینه news و میام اینجا کلیک راست، این هم به همین صورت یه دونه underline رو قبلش میذاریم و اینجا کنترل A کنترل B، میریم روی گزینه اینجا PHP باز و این هم include once partials و گزینه news، این هم به همین شکل و contact هم همینطور، همه رو دونه دونه یه دونه فولدر به نام پارشانس قرار میدیم و این هم میذاریم فرم و کانتکت بذاریم بهتره کانتکت و اینکه به بلانس پارشانس و کانتکت پروداکت. خب این هم از این کلو برانس و مقدار پارشالز و پرو داشت. خب این هم سمی کار نشون میذاریم و در نهایت هم این هم به همیشه میای این رو هم به همیشه قرار میدیم و این هم به همیشه و در نهایت توی بالی گزینه PHP کلو برانس مقدار پارشالز و گزینه آندرلاین. خب این حالا میاد یه فرض بزنه میبینه هیچ ایرادی نداره و همه کدها رو قرار داده. خب به چه دردی میخوره؟ ببین فردا خواست یه صفحه دیگه غیر از این صفحه درست بکنه، خواب خوردن میاد یه دفعه سه تا قسمت رو نمیه کدتا حذف بکنه، میاد اینجا سه تا قسمت رو کامنت میکنی میاد چی میشه؟ از پروژه حذف میشه همه رو هم، یعنی مکافات دیگه نداره. خب به این صورت شروع میکنیم تیکی تیکی کردن. اصلا اصولش هم این هستش که تو همه زبانها شما هر قسمت رو تیکی تیکی بکنید، فردا بخواید داینامیکش بکنید راحت میشه، خودتون رو اصطلاحا اذیت نکنید. خب من اینجا منوم رو، پارالکسم رو، نیوزم رو، کانتکتم رو، پروداکتم رو و فوترم رو هم ساختم. اینجا جلوی دست شما شروع کنید اینها رو تیکی تیکی کردن و به من اوکیش رو بدید. یک رو وقت دارید که تیکی تیکش کنید و کنار هم دیگه قرارش بدید که دیگه ما کارمون عملا رو فرانت تموم. ما دیگه فرانت هم رو خواستم بسازم، خب این قسمت رو باید داینامیک کنم، سئوش رو باید داینامیک کنم، نیوزش رو حالا زیر رفرش بکنم، این قسمت رو که بحث ایجکس داره، خب این قسمت بحث های وان تو منی و منی تو منی و این بحث های روابط یا ریلیشن بین جداول مهمه که میایم اینجا پیادهش بکنیم و در نهایت هم قسمت انتهایی هست. خب شما این رو تیکه تیکش کنید و آمادهش کنید که برای اینکه بریم سمت بکندش، یعنی اولا سمت فرانتش فعلا کاری نداره، تو این قسمت رو خودمون داینامیکش کنیم و حالا بعدا یه دو تا صفحه دیگه باید اضافه، دو سه تا صفحه دیگه اضافه میشه چون پروژه حالا بتونیم پروژه کوچیک بشه، چون قسمت نیوز رو بعد ادامه مطالب داره میبرم خودش دو تا صفحه هم این خود همین میخواد، حالا به مرور زمان می‌سازیمش. خب سریع بنویسید که بریم سراغ کم کم بک‌اندش.